کسی که هدفشه واقعا از الان باید خوب پایش رو قوی کنه. بچه‌ها ببینید، ما چیزایی که برای تست زدن نیاز داریم، خب از این به بعد میخوام بگم خیلی هدفمند تست بزنید. یکیش انسر شیت یا حالا پاسخنامه است، پاسخ برگ مداد و پاک کن. چرا اینو میگم؟ الان بچه‌هایی که با من مشاوره دارن، خب حالا مثلا تو برنامه‌شون تست میذارن و تست میزنن، اولا اینکه هیچ کدوم از پاسخ برگ استفاده نمیکنن. من چرا میخوام این استفاده رو شما بکنی؟ چون بچه روز آزمونتون شما باید توی این پاسخ برگ جواب بدی، اینو باید پر بکنی، اون روز باید با مداد و پاکون کار بکنی. به خاطر همین میخوام از الان این عادت باشه، یعنی شما دیگه عادت کنین به اینکه تو پاسخ برگ پر کنی و اون زمانی که برای یه تسته یه مقداری صرف پر کردن این گزینه ها هم میشه. میخوام از الان اینو تمرین کنی و ببرینش جلو. و دیگه وقتی دارین تست میزنین با مداد پاکون، حتما دیگه خودکار نبینم کسی استفاده میکنه. یه نکته دیگه بپرسم، میخواستم ازتون بپرسم ولی میترسم چت باز بشه، دیگه وقت آخرمونه. حالا خودم میگم بچه، باز دوباره آخر کلاس چت رو باز میکنم. الان مثلا فرضاً فکر کنین این یه صفحه کتاب تست شما، خب مثلا تست یک، تست دو و تست سه. مثلا من به دیانا میگم که بره 10 تا تست ریاضی بزنه، اینم کتاب تست دیانا. این صفحه رو باز میکنه دیانا، از این به بعد میخوام بگم همیشه یه دونه یه دونه، از این مثلا میخوام بگم 5 تایی شما بررسی کنین تستاتونو، میذاره جلوش. برای خودش گفتم الان اولویت ما زمان گرفتن برای تست دادن نیست، فعلا میخوایم یاد بگیریم. این 5 تا رو میذاره جلوش، حل میکنه و حالا میره سراغ تحلیل. نکته خیلی مهم، مهمتر از تست زدن تحلیل تسته. حالا خیلیاتون که آزمونای حتی اساتید کلاس اینا رو میدین، آزمون بیرون از مجموعه میدین و حالا نتیجهش رو برای من میفرستین و حالا گاهی شاید اون نتیجه مطلوبه در واقع کسب نشه و خیلی ناراحت میشین. همیشه بهتون گفتم بچه اون آزمون رو دادیم تموم شده، قبلش هم براش تلاش کردیم. اگه قرار بود ما برای آزمونی کاری بکنیم، قبل آزمون باید تلاشمون رو میکردیم. الان که جوابش اومده، الان که درصدتون اومده، تنها کاری که میتونه به پیشرفتتون کمک کنه تحلیل آزمونه. یعنی چی؟ یعنی دیانا مثلا این سفر رو به عنوان حالا یه تست از خودش گرفته، بعد از اینکه مثلا این سه تا تست رو حل کرد، میره به پاسخنامه کتابش مراجعه میکنه، میره به جزوه استادش، قسمت پاسخنامه که استادش گذاشته نگاه میکنه، میبینه مثلا تست یک رو درست زده، باز دوباره جواب استاد رو میخونه، جواب کتاب تست رو میخونه. چرا؟ چون شاید راهی که دیانا رفته شانسی رسیده به جواب، شاید راهی که ابوالفضل رفته شانسی رسیده به جواب. یعنی فکر نکنید وقتی تستی هم درست میزنید دیگه تحلیلش نمیکنیم، ما تستا رو همه رو تحلیل میکنیم. مثلا تست دو رو دیانا میره صحیح کنه، میبینه مثلا زده گزینه دو، جواب گزینه سه. کنارش بچه ها بارها بهتون گفتم تو خود کتاب اصلا ما حل نمی کنیم تستو، حتما برگه چک نویس باید داشته باشین و تو خود کتاب تستتون که علامت کوچیک، حالا هر علامتی که دوست داری، میتونه زبدر باشه، میتونه دایره باشه، با مداد دورش میزنه دیانا. الان داریم جواب سوالتون رو میدیم که پرسیدیم این چجوری تحلیل کنیم. حواستون باشه، یه با مداد علامت میزنه مثلا تست سه هم درست داده. بعد من به دیانا مثلا این هفته گذشت، هفته بعدی گذشت، میخوام نزدیک آزمونه مثلا تیزهوشان که شد براش مرور بذارم. قطعا اون زمان خیلی تایم ما فشرده است دیگه، ما نمیتونیم اون موقع بگیم دیانا برو بشین کل کتاب تست تو یه دور دیگه بزن. اون موقع میخوام به دیانا بگم دیانا برو بشین اون تستایی که نشاندار کردی رو مجدد بزن، تستایی که دایره زده بود و مجدد بزنه. بارها بچه ها، حتی نه فقط نزدیک آزمون تیزهوشان، نزدیک امتحانهای دی شد، نزدیک استادتون میخواست امتحان بگیره، استاد مقدسی میخواست امتحان بگیره، استاد میرسنی میخواست امتحان بگیره، شما جزوه شون اون مسائلی که اشکال داشتین علامت زدین. واسه جزوه استادم همینه، هر مسئله‌ای که اصلا تست نباشه، مسئله باشه، سوال باشه، هر مسئله‌ای که می‌بینید اشکال داری علامت بزنید و مجدد بهش برگردید. این که ما یه کتاب تستی رو می‌زنیم و میریم جلو و به من میگین خام عباسی تستای مجموعه این کتابم تموم شد الان چی کار کنم،
این کارو میکنیم. بارها برمیگردیم به غلط هامون، بارها برمیگردیم به نزده هامون. شاید مثلا دیانا تست 5 رو نتونه کلا حل کنه. اوکی؟